یکی از محله‌های پایین شهر رفته بودم روزه، نه که خودم بخونم. دو بزرگواری منبر بودن و صحبت میکردن. شب هشتم بود و بین حرفاشون این بود که علی اکبر علیه السلام عزیز همه اهل بیته، خاصه حضرت زهرا. و من خیلی به این موضوع فکر میکردم، حقیقتا گریه میکردم. حالا اینکه شاید چون شبیه پیغمبر بوده، به هر دلیل اینا همه از ذهن من میگذشت و یقین داشتم به حرف این بنده خدایی که داشت اینا رو میگفت. پشت سرشون یادمه که یه بنر خیلی بزرگی بود که توی ریگزار خیلی بزرگی ذریح امام حسین بود. بعد حرف میزد و ما هنوز روزه رو شروع نکرده بود، نه من، همه مردم داشتن گریه میکردن. صدای گریه واقعا جوری بود که نمیشد آدم گریه نکنه. بعد یه آن صداها قطع شد، هم صدای اون بزرگوار که صحبت میکرد، هم صدای هم همه مردم و گریه مردم. من فکر کردم برای همه این اتفاق افتاده، نه خواب بودم نه چیزی، بیدار نشسته بودم اونجا. به این طرف و اون طرف هم نگاه کردم، دیدم نه، همه همون شور و شوق دارن و انگار نه انگار که صداقت شده. یه جوری که فهمیدم یا فهموندن که فقط تو نمیشنوی. و به خودم اومدم دیدم که تو همون بیابونی که بنری عکسی که بود پشت این بزرگوار، حضرت علی اکبر داره میره. منم رو افتادم پشت سرش، شروع کردم راه رفتن. رسیدیم جلو همون ذریحی که توی عکس بود. اینا خواب نبود، تو عالم بیداری بود. بعد جلو ذریح که رسیدیم یقین کردم که حضرت زهرا سلام الله علیها داخل ذریع هستن و سر حضرت علی اکبر رو به دام انگرید. در ذریع باز شد و حضرت علی اکبر خواستن تشریف ببرن داخل، به منم تعارف زدن. دقیقا یادمه، فقط و فقط به خاطر وجود حضرت زهرا سلام الله علیها که داخل ذریع بود من نرفتم داخل. یعنی قداست ایشون مانع شد که به خودم این اجازه رو بدم که بخوام برم داخل ذریح. و اینو گفتم به حضرت علی اکبر، گفتم مادرت زهراست و من آلوده تر از اینم که خدمت ایشون برسم، ولی یه بزرگواری بکن. گفت چی؟ گفتم که من نه روز خونه شما، حقیقتا شاید بعضی این ادبیات رو دوست نداشته باشم، ولی من عیناً اون چیزی که گفتم رو دیدم و با افتخار میدم. گفتم من سگ در خونه شما، به من چیزی بده تا از در خونه شما نرم جایی تا شما برگردی. یه چیزی به من داد، نمیدونم چی بود. و خندید و رفت داخل زلی. به خودم اومدم دیدم بنده خدا داره روزه میکنه، ملت دارن گریه میکنه. و تا مدت ها شاید گیج و منگ بودم سر این بود. کلن شب هشتم میشه حالم میخورده نسبت به شبای دیگه، عوض مثلا این که بگم بیشتر گریه میکنم یا اینها، نه اصلا سو. یه حال دیگه ای دارم. شب هشتم، شب حضرت علی اکبر، شاید هم به خاطر همون اتفاق یا هر چیز دیگه ای، احساسم اینه. و اون حرف اون بنده خدا که میگفت حضرت علی اکبر، همشون خواسته حضرت علی اکبر عزیز همه اهل بیت، خواسته حضرت زهرا سلام الله علیه. کلام امام صادق علیه السلام رو اگر دیده باشید این هست که سلام بر تو که پیش پدرت از همه عزیزتر بودی.